خب دوستان عزیز و همراه، بریم سراغ ادامه کار از فصل 3 در قسمت موج. میخوایم در مورد محاسبه تندی انتشار موج ارضی در یک تناب یا فنر با شما صحبت کنیم. فرض میکنیم مثلا یه تنابی داریم اینجوری، شما یه نیروی بهش وارد میکنین و در این تناب موج ارضی ایجاد میکنین اینجوری مثلا. خب میخوایم ببینیم تندی انتشار موج چقدره. برای محاسبه تندی انتشار موج در فنر یا تناب کشیده شده از این رابطه استفاده میکنیم. وی تندی اف نیروی کشش به مو میگن چگالی خطی جرم. یک ضریب ثابته که هست جرم تناب یا اون فنر یا اون تار یا سیم تقسیم بر طولش. خب این سوال پیش میاد، اگر که من طول تنابی رو نصف کنم چگالی چند برابر میشه؟ چگالی خطیش تغییر نمیکنه، چون طول نصف کنی جرم هم نصف میشه. به این موضوع حواستون باشه. واحد چگالی خطی در SI کیلوگرم بر متر بچه‌های من. پس من اگر مو رو باز کنم بنویسم M تقسیم بر L، L رو ببرم کنار F، این رابطه ساده که می نویسم به این مساوی رادیکال F L بر روی M به دست میاد. حالا ممکنه خیلی وقتا ببینیم که اون چگالی تناب یا فنر چه تأثیر رو تندیش داره. میایم ساده میکنیم. میگیم فرض میکنیم این سیم یا فنر ما باشه، سطح مقطعش آه، طولش هم اله. من اگر بیام چگالی خطی جرم رو بنویسم ام بر روی ال، جای جرم میتونم بنویسم چگالی ضرب در حجم. حجم تناب یا سیم رو هم که میتونم بنویسم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع یا طول سیم. همینو میارم تو فرمول جایگزین میکنم. تندی انتشار موج در تناب هست اف ال، جای جرم نوشتم چگالی در حجم. اینا رو کنارش مینویسم برای اینکه شما با تندی اشتباه نکنید. جای حجم هم آل تناب یا فنر رو نوشتم، الها ساده شد. پس رابطه تندی انتشار موج برابر است با رادیکال اف بر روی رو آ به دست میاد. پس آ میشه مساحت مقطع سیم یا تناب. اینجایی که به شما توی شکل نشون دادم. رو هم که چگالیه بچه. اما اگر از شما بپرسن تندی انتشار موج با قطر تناب چه رابطه ای داره، فرض کنیم این تناب باشه، چه تنابی کشیدم، خب این قطرش رو نامگذاری میکنیم دی. از اینجا تا اینجا قطر تناب دیه، قطر تناب یا سی فرق داره. خب مگه شما نمیگین مساحت مقطع میشه شعاع به توان دو ضرب در پی؟ جای شعاع نوشتیم قطر تقسیم بر دو به توان دو، اینجا نوشتم تو رابطه بالا جای مساحت میذارم پی دی دو چهارم. چهار میره تو صورت و میاد از زیر رادیکال بیرون، دی دو هم میاد بیرون. رابطه ی تندی انتشار موج در تناب یا فنر یا سیم یا تار با قطر رابطه ی عکس داره. وی متناسب است با یک دیوم. این حواستون باشه، خیلی جاها به ما کمک میکنه. پس رابطه میشه وی مساوی است دو دیوم رادیکال اف بر روی پی رو پی که عدد ثابت. رو هم که چگالیه. بچه ها ممکنه بگن که حفظ کردن فرمول ها برامون سخته. اصلا حفظ نکنین، اشکال نداره. فرمول اصلی رو که بلد باشید این فرمول اصلیه. این رو که بلد باشید بقیه هم میتونید توی چند ثانیه به دست بیاره. کار سختی نیست. اما صفحه 43 اجازه چند تا مثال داره. چون جایگذاری هست، مثال یک و دو رو من چیزی نمیگم، خودتون مطالعه میفرمایید. من مثال سه رو براتون توضیح میدم. میگه مطابق شکل جسمی به جرم 2 کیلوگرم به تنابی به طول 20 سانتی متر و جرم 100 گرم بسته شده. تندی انتشار موج در تناب رو حساب کنید. بچه ها این طول تنابی که برای ما برای محاسبه تندی احتیاج داریم. اما نیرویی که باعث کشش و ایجاد موج بشه این دفعه وزن 2 کیلوگرمیه.
پس حالا که اینو میدونم رابطه تند رو می‌نویسم، بی مساوی رادیکال اف ال ام اف 20 نیوتن حساب کردم میذارم، طول تناب بود 20 سانتی متر یا 0.2 متر، جرم تناب بود 100 گرم یا 0.1 کیلوگرم. خب تندی انتشار ما تو این تناب مورد نظر میشه رادیکال 40. خب این از مثال 3. بازم مثال 4 هم مثال راحتیه و حل شده هست، نگاه میفرمایید. اما مثال صفحه 44 محبت میفرمایید دوستان من حل میکنید، هر جا که اشکال داشته باشید من برای شما رفع اشکال میکنم. اما رسیدیم به امواج الکترومغناطیسی. بچه های من، ما امسال تو فصل 3 با دو نوع موج کلن آشنا شدیم، موج مکانیکی، یکم راجبش صحبت کردیم، و موج الکترومغناطیسی. الان میخوایم راجب امواج الکترومغناطیسی صحبت بکنیم. امواج الکترومغناطیسی چجوری به وجود اومدن؟ ذرات باردار دارای میدان الکتریکی، اگر شروع به حرکت بکنن میدان مغناطیسی هم دارا میشن. به عبارتی تغییرات میدان الکتریکی میدان مغناطیسی رو به وجود میاره و برعکس، و این تغییرات بر روی هم اثر کرده و موج الکترومغناطیس رو بر اثر نظریه ماکسول به وجود میاره. این از کتاب درستون مبحث آنتن هست. اما میخوایم بریم ببینیم که مشخصه های امواج الکترومغناطیسی چه چیزهایی هست. امواج الکترومغناطیسی یه سری خصوصیات منحصر به فرد دارن. اولا که میدانهای الکتریکی و مغناطیسی همواره بر هم عمود. میدان الکتریکی و مغناطیسی علاوه بر اینکه بر هم عمودن، بر حرکت موج الکترومغناطیسی هم عمودن. تمام امواج الکترومغناطیسی عرضیه. میدانهای الکتریکی و مغناطیسی همیشه سینوسی تغییر میکنن. میدانها با بسامد یکسان و همگام تغییر میکنن. بچه ها میگن همگام تغییر میکنن یعنی چی؟ یعنی اگر جایی ای ماکسیمومه بی هم ماکسیمومه، جایی ای صفره بی هم صفره، مثل هم تغییر میکنن. امواج الکترومغناطیسی برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارن. بچه های من نگاه کنین، سه بعدی بودن رو، یه بود بی وجود داره، یه بود ای وجود داره، یه بودم انتشار موجه. حالا ممکنه به ما جهت بدن، جهت بی و جهت ای رو بدن و بگن شما جهت انتشار موج رو تشخیص بده. تو این شکل چهار تا انگوش، حالا من نقاشیم خیلی خوب نیست بچه ها، فرض میکنیم اینجا اگر بخوایم بکشیم، چهار تا انگوش ایه. وقتی میخواد بیاد به سمت، یعنی این منحنی بشه به سمت کف دست، انگار میخواد بیرونشون بده. انگشت شست اینو نشون میده. الان اگر شما این کار بکنین، انگشت شست شما سمت راست رو نشون میده، اگر این چیزی که بهتون گفتم. پس با استفاده از قانون دست راست که بهتون گفتم، جهت انتشار موج مشخص میشه بچه ها. خب اما این امواج الکترومغناطیسی در خلا یه سرعت ثابت دارن. همه شما میدونید امواج الکترومغناطیسی از پرتو گاما، بنویسم فارسی، پرتو گاما، پرتو ایکس، فرا بنفش، نور مرئی، فرو سرخ، امواج رادیویی، همه اینها امواج چی هستند بچه‌های من؟ امواج الکترومغناطیسی هستند. همشون تو خلا با سرعت ثابت 3 × 10^8 متر بر ثانیه حرکت میکنن. چجوری این سرعت محاسبه شد؟ از رابطه سی، سرعت نور در خلا یا هوا مساوی است با 1/√ رادیکال اپسیلون صفر مو صفر. اگه یادتون باشه تو پایه 11 به اپسیلون صفر میگفتیم ثابت گذردهیه الکتریکی خلا. به موسف چی میگفتیم؟ ثابت گذردهی مغناطیسی خلا. عدداشون رو هم براتون نوشتم، واحدهاشون تو اسکای برامون مهمه. اپسیلون صفر هست 8 تا 85،
ضرب در 10 به توان منفی 12 کولوم دو نیوتن متر مربع، مو صفر از 4 پی ضرب در 10 به توان منفی 7 تسلا متر بر آمپر. نکته بسیار مهمی که همه ما باید بهش دقت کنیم اینه که تندی انتشار در خلا برای همشون یکسانه، اما در محیط‌های غیر خلا مثل آب و شیشه تندی انتشار به جنس محیط مربوط میشه. پس فرق نمی‌کنه موجود مکانیکی باشه یا الکترومغناطیس، محیط که عوض بشه تندی انتشار هم عوض میشه. اما محاسبه طول موج، طول موج امواج الکترومغناطیسی هم از رابطه لاندو مساوی سی اف اوم که برگرفته از همین رابطه لاندو مساوی وی اف اوم به دست میاد. خب یه مثال حل بکنیم. در یک ایستگاه رادیویی موج الکترومغناطیسی با این طول موج 3 میکرومتر تولید میشه. پس اومد رو حساب کن. خب لاندا مساوی است با وی اف اوم. نگاه کنید رابطه رو بالا دارم. حالا شما دوست داری بنویسی سی اف اوم، هیچ فرق نداره. لاندا 3 میکرومتر تبدیل واحد رو انجام میدم. سرعت نور 3 × 10^8 متر بر ثانیه به شما میدن. F میشه 3 × 10^8 بر روی 3 × 10^-7 میشه 10^15 هرتز. من اینجا 3 × 10^-6 رو نوشتم 3 × 10^-7. خب این از محاسبه بسامد. اما مثال 2، طول موج مربوط به 2 موج الکترومغناطیسی در خلا لاندا 1 و لاندا 2 مساوی فلانه، 200 برابر لاندا 1. چه ارتباطی بین بسامد؟ بچه ها لاندا متناسب با 1 اف اومه، تندی ثابت است. پس حالا لاندا 200 برابر شد، خب پس اف 2 باید بشه 1/200. F2 1/200 F1 یا F1 200 F2. درسته بچه ها؟ تندی چرا ثابت بود؟ برای اینکه در خلاه تندی همه امواج الکترومغناطیسی در خلاه 3 × 10^8 متر بر ثانیه. بچه ها حواستون باشه، تو کنکور اینها ازش استفاده میکنن. خب فعلا تا صفحه 48 جزوه برای شما گفتم، لطفاً دقت کنید این قسمت ها رو خوب بخونید، تستای مربوط به این قسمت ها رو بزنید. براتون آرزوی سلامت و موفقیت و پیروزی و سربلندی دارم.